السلام علیکم بینندگان ارجمند. این برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه آدینابایی دهات سریچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین تهیه کرده شده است. قصه های جالب از این دهه شما را انتظار است. رفتیم. دهه آدینابایی را از دهه سریچشمه این سنگاو جدا می نماید. این راه سیلگذر می باشد. روزهایی که سیل فروید از این راه گذشتن امکان ندارد. خوشبختانه روزی سفری ما به این دهه طبیعت آرام است. بالای سنگهای کلان و میده هموار و ناهموار راه گشتیم. نهایت به دهه آدینابایی می رسیم. آدینابایی نام دهه چی معنا دارد و تاریخ آن با بوی فیض الله قصه می کند. همصحبت من یکی از شخصان کوهنسال آموزگار همین مکتب بودند، بابای فیض الله علی مدو هستند. استاد درباره همی نام آدینابایی شما مودا معلومات بتین. آدینابایی ما از بابا و بابا کلانمون شنویدگیم که این اولاد با اولاد گذشته آمده است. شنویدیم یک آدینه گفتگی شخص از دهه صیاد فرخور آمده گذر کرده است. در اینجا دید است که یک چشمه زیبای هست، وجود دارد. گفته است که اینجا را آباد کردن ممکن بوده است. اینجا همین قضاها همه توقیزار بوده است. همینجا مسکن گرفته و خانه می سازد. او را دیده دیگر آدمان هم همینجا مسکن می گرد، جا می گرد و همین آدینه گفتگی شخص همینجا را آباد میکنن. نام همون دیه ها به نام آدینه مونده می شود. استاد آدینه بایی یعنی ما فکر کردم آدینه بایی آدینه بایی بایی او آدم بایی بوده است. بایی نه اصاسه او بایی باش بایی می شود. او دیه خانی میکند، همینجا را آباد میکند. اصاسه از کمغل بای می شود. برای همین آدینه بای. اما مردم امروزه دهه همه خیلی هستند؟ البته دهت مثلا کار دهقانی چارواداری با کارهای چارواداری مشغولند. خب با کسبهای هنری مثلا بعضی جا مثلا خانه می سازیم، چخور می کنیم، سفال ها از کوزه های مثلا قدیم یافت می شود که از همون مثلا ما می فهمیم که هنرهای مردمی یا کلالگری مثلا زرگری آهنگری هنرهای مردمی ترقی کرده بودند. سنگاو رو گذاشته داخل دهه شدیم. در درآمدگاه دهه دیدن این بنای زیبا با غروب طبیع ما رو بالیده کرد. نزدیکتر رفتیم. این مکتب است. در این گوشه آرام دهه بعضاً شلشله آب به گوش می رسد. اینجا مکتب واقع است. مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 23 در دهه آدینابایی. انا اینجا است. بنای مؤسسه سال 1972 ساخته شده است و اینجا خوانندگان در یک بست تحصیل میکنند. و الازه هم صحبت من دیرکتر رابری مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 23. استاد مختصرا درباره همین مکتب معلوماتی. تشکر زیاد. مؤسسه مذکور سال 1972 تشکیل یافته. در تو اینجوری عرضی وجود داره، فعالیت کرده است. پیش از سال 72 بود مؤسسه؟ نبود. مکتب نبود. مکتب نبود. نمیخوند اینجا اومد. اومد اینجا در جو میخونه بود؟ نه بود. اون مکتب کونه بود. در اون طرف بودن مکتب کونه بودن. بعد این 72 وقتی تشکیل شدن پس بعد همه کسی این زمان 199 خوانده و تصیف خراب گفته شده است. در مؤسسه چند نفر دختر هاین؟ از اونها 89 نفرش دختر هاین با اونها پسرانی باشن. معلم ها چند نفر شما راشون؟ 20 نفر آموزگاران سای مو تجربه معلم ها تیالی دار چند نفر؟ همه از اونها 15 معلم ها تیالی میبخشد 19 نفر معلم ها یک کس معلم ها چند نفر زنان کور میکنن معلم ها؟ 6 نفر معلم ها در اینجا بخور شخصیت هایی که همین مکتب شما را ختم کردن اوزی در کجا کار میکنن؟ این ها نیوی از یاد هستن. من هم مثلا میگیریم شای مردانوف محمد داوود آموزگاری کلان دانشگاه اگری تاکستان بنامیش شاتی بود. فیض رشید
سر متخصصی بانکی سپیتامین بانکی جلوی تو ایکسون و خلامت اصلا خلوف و آموزگاری کلونی دانشگاهی و مولیه و قرض جویم تو ایکسون شده کار کرده و دیگر دیگر رو هستن که ما از آنها میفهمیم افتخار داریم. سلامت باشید دوستان. یک جان تشکر بیلر. در این سفر با مصلحت دیرکتوری مکتب بابای فیضالله ما رو بلد شد. در صحبت ما فهمیدیم که این مرد نورانی یکی از شخصیت های با معرفت این دهه می باشد. 50 سال عمرش رو در تعلیم و تربیه نسل نورس دهه صرف نموده است. شعر می گوید تاریخ دهه رو خوب می داند. در باره چشمه شفا که در دهه آنها می باشد قصه کرد. با مصلحتش نزد چشمه آمدیم. در دهه آدینابایی این چشمه را چشمه چیلمزار میگویند. درباره این چشمه دیو نامش آبی گرو. آبی گرو؟ او دیو نامش آبی گرو. آقای فضل میرم یعنی آبی گرو. درباره همین چشمه اومد شما معلومات بیشتر بدین آقا. همین چشمه ای که آبی شفا دارد از دور نزدیک مثلا آدمای شنویدگی همچون آبی شفا استفاده میبرن. از اینجا آب گرفته میبرن بسیارتر خصوصا با کسلی های پوست به حد دوا است. میبرن آب بازی میکنن مثلا زخمی رو مثلا کودک های مثلا نوزاد یعنی زخم های نوزاد یعنی که چی میشه شفا میوبرد. چی قدر شد که این جوری های؟ چی قدر بخشید؟ ما هفتمین پوشتیم که همین آب مثلا میدونیم همچون آب شفا همچون آب مثلا نوشاکی استفاده میبرید. برای شما این بزرگ به حد مقدس مقدس ما پس میداریم هم اینو احتیاط میکنیم. درباره همین چشمه یعنی کمی من ایجاد کردم. ای صاحبانی سالم عقل نان و آب در حیات انسان آزوقه نایاب چون گوهرکی چشم نگاه دارید آن را گردی را هیچ نگذار در بالای آب. در این دهه آب شفا فراوان است. معجزه را ببینید که شب روز روان است. چون آب زمزم به قدرش برسید گر نوشی جان کنید راحت جان است. بگذار کم نشود. هم نشود هرگز. ما با همین چشمه زنده ایم. سیر و گشت ما در این دهه ادامه می‌یابد. کوچه های دهه مثل دیگر کوچه های دهات کوهستان میباشند. بابای فیضالله این اول ما را نزد آسیاب آورد. این آسیاب عادی نیست، تاریخی است. در وادی سری چشمه دهه آدینابایی یکی از مبزه های صنعتی در گذشته هم بود. آقای فیضالله در برابر همین آسیاب اومد در برابر همین آسیاب بود جای جهان صنعتیش نخواهد. این آسیاب در این دهه آدینابایی یک 6 تا آسیاب بود. 5 تا اونها فعالیت نمیکرد یا یک تا اونها یعنی دیده اشتاید فعالیت میکرد. بسیار یعنی تاریخ بوی دارد. مثلا 7 پشت همین آسیاب آسیاب بدست، 7 پشت بزرانده است. این حاضرم فعالیت دارم، من از کودکی میدانم که همین آسیاب وجود دارد. با چه قصه میکنن در برای همین؟ خب، قصه میکنن که صاحبان این همین آسیاب بابا ایسا بدست. بعد او بابای شریکبای بدست. بعد او مثلا بابای فرمانبای با پسر او حاضر حامی جان مثلا سروری میکنند، اداره میکنند همین آسیاب را. پشت به پشت این روز تو پشت به پشت همین آسیاب را مثلا اداره میکنند، مردم استفاده میبرند. همه از دور نزدیک در همین آسیاب اومده آرد کرده میبرند. شستی جریان آب سنگ آسیاب را توب میدهد. مردم آدینابایی دور نرفته در همی جا گندمشان را آرد میکنند. چرخی آسیاب خوبی سواتی گندم دوزی آسیاب. انا
یکان وقتی شیده باشه که امی ای حرکت مانده باشه امی ای آسیاب ما ای قدیم سب خوب کردگی نیست ای قدیم بخال خدمت کردگی ای انا دوره گشنگی دا اینا رایونوی همسویا همدانی بگیم که بودم تو نظر بایی امو کشلاقا آمده امیجا دا شبانه روز خدمت میکرد یکان وقت این آسیاب خوب کردگی نیست این را کی ساخته که باشه؟ این را همین این آسیاب ای بابا کلون مون موندگی نام شما دانه بابا کلون؟ بابای استایسا میگفتستن بنامی استایسا ای استایسا باند این امروز نبیره ها، عبیره ها، چبیره ها دوام دادستن دوام دادستن بله حاضر چه فعالیت چه خیلی؟ حاضر هم داخل خدمت کردستن چقدر آرد میکنه؟ چقدر گنده ممیسا در یک؟ این بابسته با آب های اگر آب زیاد باشه ممکن ساحت شده یک کپچه بزن یک کپچه بزنم اگر چی باشه نیم ساعت ده اگر کمتر باشه ده ساعت یک نیم ساعت کدام وقت کم میشود؟ انا وقتی تابستان ده دهه اودینابایی را دهه اگروصنعتی هم گویم خطا نمی شود زیرا اینجا کارخانه های خردی استحصالی فعالیت دارند سیخ خردی جواز یکی از این کارخانه ها می باشد بوریخان اکبرف می گوید که با مقصد آسان کردن مشکلات مردم این کارخانه را بنیاد کرده است زیرا که یکی از شغل های ساکنان زراعتکاری است و حاصل ذخیره جمع‌آورده از دهه نبرآمده در همین جا کار کرد می شود این روغن زغیر روغن زغیر روغن طبیعی تازه می باشد در کارخانه استحصالی اکای بولیخور تیار می کند در باره این کارخانه تو کم طرف معلومات دارد تو چند سال تیار میکنیم این روغن پروزه دارد راستی کارخانه زیاده 28 سال می شود انا خدمت رسانی برای مردم میکنیم انا خودی زغیری مردم محصری مردم کار کرد میکنیم از صبح همون قسمت روشن رسانی همون محصر اقدار میشه انا خلاص 28 سال میشه در همین حسابه را همون کار میکنیم در این تکنولوگیا انا همگی 17 سال شده پیش چکلی کار بکنیم؟ پیش هم همون ایلان همون تکنولوگیا ایوان رو میکنیم مثلا با ایتران بگوتن انا او خطیب خرید عبده اینا بیستر یوزده سور با او کرد سدیم عبده سور بشهر که بر توسط یعنی تکنالوگیا اصلا برای مادر قسمه رسید آینده دم با تکنالوگیا نو خطیب کرد؟ بله در آینده بازید باید دوریم که انا امید دوریم باید که طرف شبکه اجتماعی انترنت را بیمزون هر وقت ما هم تکنالوگی خطیب دارم میشه سوال معلومات رو میگیریم بریم که بود سلام یه نام سلامات باشه لکن یکی از شغل‌های دیگری مردم دهه چارواداری می باشد. اینجا شیر و جرغات و قیماق و روغن زرد استحصال خودی می باشند. همصحبت من اپای معرفت. اپای معرفت این خلطه در چیه؟ این در دوغ. دوغ یا؟ دوغ. چکه. ها. ای یعنی جرغات هم بفکرم؟ نه چکه ای را دوغ کشدگی، مسکش را گرفتگی. شما مسکه ای را علاقه کشده گرفتگی فقط چکه دوغی موندگی هست. این را قرود میگیریم. شغل شما همچون زن در امی حولی در خونه، در امی اویله از چی بورتای؟ چی کار میکنین در امی خونه؟ گاو میجوشیم، شیره میپازیم، جرغات میکنیم، این را میکشیم، مسکش را میکنیم. شما چند گاو میجوشیم؟ سه گاو در یک رو سر میگه. چقدر شیر میگیرین؟ یا 5 لیتر میگیریم 5 لیتر همین از 5 لیتر شیر چی محصول تیار میکنیم؟ خب شیرچوی میکنیم مونده یعنی شما در گفته در برابر یعنی شیر جرغات استحصال میکنیم جرغات دو از شیر روغن استحصال میکنیم با چی استحصال میکنیم؟ خرود میکنیم خرود استحصال میکنیم ای یعنی از یک شیر چند محصولات میگیرین؟ بزرگ میبرورین؟ نه خدمان میخریم فقط در اویله استفاده میبرین در خونه قرطاو میکنیم زمستون خدمون میخریم قرطاو میکنیم خدمون میخریم با مردم قرطاو میکنیم مردا کدام میخریم این سبد خالی نیست اینجا
کروت محصولاتی یکی از محصولاتی شیری کوخ کرده می شود و همین طور ساکنان دهه کروت رو جمع میکنند و فصل زمستان کروت توپ تیار میکنند. این دهه در دامنه تپه های سبز پوش واقع است. از همین سبب اینجا هر گونه گیاه های شفابخش بسیار میویند که ارگانیسم انسان از استعمال آن راحت می نماید. دهه آدینابایی در برابر آن که منظره زیبا، طبیعت زیبا مخصوصا فصل بهار دارد، همچنین گیاه های طبیعی بسیار دارد. در همین کوه ها چی می روید؟ شما چی ندیمیرید؟ چقلا، شنک، شکری، روشک، چی ندیمیرید؟ کجاش دیمو؟ دوره ایجا؟ اونم برو یک رفته در چقدر میچینید؟ خیلی میچینید. خیلی میچینید. بعد چی کار میکنید؟ میخورید. خانه در؟ استفاده میکنید؟ بله. ولی با که میرین چکلات چینید؟ ولی پگه. پگه سهری. مایلش. سلامت باشین. خوب. طوری گفتیم آدینابایی دهه تاریخی است. در آثارخانه مکتب به این صحیفه از نزدیک شناخت شدن ممکن است. آدینابایی دهه تاریخی است. آن این بازیافت ها از همین دهه یافت شدند. در برابر چیزهای تاریخی همچنین در اینجا محصولی دستانی هنرمندانی محلی اینجا گذاشتگی هستند. آن این اشیاها قاشق، کبلز همه را استادهای محلی هنرمندان محلی ساختند. استاد درباره هنرمندان محلی شما این حال ما یکچند هنرمندای محلی از دهات امین آدینابایی و پیستمازور قربان‌علی دولتمراد خب سنگمد و شمسیدین این در قید حیات نیستیم اون دستوی دستی اون رو هست که شاگردان او سنگمد و صددین می پوشد که این حال اون رو فعالیت کرده استودن همین چیز رو می تراشند و به استفاده خلق همین رو پیشکش کردن تو همین دورای چی مو همینو را دریافت کردیم و در اصول کنن خوزی روی هنرهای مردمی هسته در دیار اوزی بله. هنرمندان هستن حوزی امو یا کی فرزندوشون هستن همین کارها را ادامه داده استودن آنها همین چیز را میتراشون با نبرای خودشون با فرزندان خود همین کسب رو نشون داده استودن فعالیت کرده استودن باز کدوم هنر رو هست؟ با اونبایی آهنگریزی بود که در دهات اساسا ما یو سپور قطعی از قدیم و نرم گویم که فعالیت کرده آزی ما شاگردان همون شخصان هم معرفی میکنه آهن میرفتن آهن با وسته جفت کردن زمین این بابا استویسا میگفتن که هم آهن میرفت هم دوست تو کلند و دیگر از بابا را میسختن متاسفانه آزی در تای دهیاد نیستن این هنرشون قدیم بودن هم خیلی دوما ندودن دیگر همون کارو را افسوس. در خلاصه برنامه گفتنی هستیم که اگر خواهشی به این دهه کوهستان سفر کردنی باشد بهاران بیایید. و خوب تماشابینان ارجمند این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه آدینابایی دهات سری چشمه. اندیشه های خود را فراموش نکنید. نویسید باز درباره کدام دهه ها شما قصه های جالب شنیدنی هستید. با ما نویسید ما حتما با آن دهه می رویم. تا بازدید سلامت باشید.